درود و وقتتون بخیر. 8 صبح کابل است و شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. تیارای بیسردشین مستقیمون بالای خود ولایت پنجشیر. آسمان افغانستان در اختیار آمریکا. پهپادهای آمریکایی در فضای افغانستان به دنبال چه هستند؟ نگرانی از حملات داعش در کشورهای غربی. فرمانده پیشین سنتکام میگوید با خروج آمریکا داعش در افغانستان تقویت شده است. ما 96% از آرا را داریم و با اختلاف کمی بیش از 1,000,000 رای پیشتاز هستیم. پیشتازی احزاب مخالف اردوغان در انتخابات ترکیه. حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق در شهرهای بزرگ اعلام پیروزی کرد. و تشدید حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان. یک فرمانده حزب الله کشته شد. در این مجموعه خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که پهپادهای ناشناس در آسمان چندین ولایت افغانستان در حال پروازند. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که این پهپادها در ولایت‌های قندهار، لغمان، کنر، بدخشان و پنشیر دیده شده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته این پهپادها مربوط به آمریکا است. طالبان پیش از این بارها نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان توسط آمریکا اعتراض کرده است. بخشی از تصاویر این پهپادها را ببینیم. ده بولای و ولایت هستم. همکنه ولی طالبار در پنشیر میزنم. شالا کدام تغییرات خواهد در بحار. نظر به تیارای بسردشین مستقیمان بالای خود ولایت پنشیر. آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل را از نیوجرسی با خود داریم. آقای شریفی خوش آمدین. این پهپادها مربوط کدام کشور است؟ هرچند آمریکا طالبان گفته که پهپادهای آمریکا هستند. خب واضح است که پهپادها مربوط به ایالات متحده آمریکا هست و اتفاقا این جزء آن چیزی که آمریکایی ها در 3 سال گذشته به نام استراتژی مبارزه علیه تروریسم از افق دور نامیدن جزء او می باشد. و اتفاقا این بر اساس توافقنامه دوحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبا بود که اتفاقا یک جزء اساسی از او بود و بر اساس آمریکا این اجازه را گرفته بود که در خاک افغانستان گروه های تروریستی را نظارت بکنه و در صورت ضرورت علیهشان اقدام بکنه. بنابراین پهپادها مربوط ایالات متحده آمریکا میشه و ماموریتشان توسط گروه های تروریستی حاضر در افغانستان و در صورت ضرورت اقدام علیه اونا میباشه. و ای که طالبان میگن نقض حریم هوایی افغانستان است، این به چه معناست اگر این به اساس توافق با طالبان صورت گرفته باشه؟ خب توافقنامه دوحه چندین سال قبل امضا شده بود بین طالبان و ایالات متحده آمریکا و تقریبا هیچ بخشی از توافقنامه دوحه به اون شکلی که از قبل ترتیب شده بود متاسفانه در افغانستان عملی نشد. بر اساس اون توافقنامه قرار نبود طالبان به زور وارد شهرها شوند. بر اساس اون توافقنامه قرار نبود حکومت افغانستان سقوط بکنه و از این جمله مسائل بسیار دیدگی بود که بر اساس او عمل نشده. از او خاطر به فکر میکنم طالب ها توافقنامه دوحه را من حیث سند رسمی و سند بالفعل و درست بین اونا و ایالات متحده میشناسند. به او اساس است که اینا میگوین که حریم هوایی افغانستان توسط امریکا نقض میشه، در حالی که خودشان بر او توافقنامه ای اجازه را داده بودند برای امریکایی ها. از او گذشته امریکایی ها تنها در افغانستان نه، بلکه در
نقاط مختلفی از دنیا، خصوصا جاهایی که تهدید تروریسم جهانی وجود داره، امو استراتژی مبارزه از افق دور دنبال میکنن و استفاده از پهپاد جزء اساسی همو استراتژی است. مثلا این تنها مربوط افغانستان نیست، مربوط چندین کشور دیگه هم میشه، از جمله در یمن هست، در سوریه هست، گاه گاه در عراق هست، در کشورهای مختلف آفریقایی از این استراتژی استفاده میکنن. تنها مربوط افغانستان نمیشه، مربوط کشورهای مختلف هست. این ادعای طالبان که میگن کشور را از اشغال بیگانه ها رهانیدن، چندان هم وارد نیست این ادعایشان؟ پس بدون شک خویی مسئله است که واضح هست، همه ما مستحضر هستیم چیزی که اتفاق افتاد در افغانستان. در افغانستان حاکمیت سقوط کرد متاسفانه جمهوریت و طالب ها آمدن قدرت را تصرف کردن. قصه نبود، خروج امریکایی ها بر اساس توافق صورت گرفته بود، توافق سال 2019 فوریه 2019 توافق صورت گرفته بود، اونا نیروهای خود را بیرون کشیدن. خب طالب ها هم جنگ کردن، در این شک نیست، دو دهه توانستن بر علیه امریکا جنگ بکنن، بر علیه ناتو مبارزه بکنن، بر علیه حکومت وقت افغانستان استادگی بکنن، در هیچ شک نیست. ولی اگر چنین انتباهی وجود داشته باشه که طالب ها امریکا را شکست دادن در افغانستان و امریکا را خروج کردن، شاید او چیز درست نباشه. و حالا که پرواز این پهپادها افزایش پیدا کرده در این شب روز، این به معنای افزایش نگرانی از تهدیدهای امنیتی است؟ دقیقاً. ببینین اصلا تحرکات چندین تا گروه تروریستی که در افغانستان حضور دارن، مشخصاً القاعده، خصوصاً داعش، در ماه‌های گذشته بیرون از مرزهای افغانستان بسیار مشهود بوده. شما ببینین حمله‌ای که در ماه جنوری همین سال در ایران صورت گرفت، بیش از 100 نفر در اونجا کشته شد، بیش از 100 نفر دیگه زخمی شد. حمله اخیری که یک هفته قبل، حدود یک هفته قبل در مسکو صورت گرفت به همین شکل، در شهرهای مختلف اروپایی، در چندین شهر از جمله مادرید، بون، برلین، استراسبورگ، در لندن، هم افراد و اشخاص منسوب به داعش خراسان و هم سلول‌های فعال داعش خراسان در ماه‌های گذشته کشف و خونسا شد. این همه ایره میرسونه که تهدید تروریسم فرامرزی که ریشه در افغانستان داره امروز زنده هست، امروز واقعی هست و آمریکایی‌ها و مختلفین، خصوصا اروپایی‌ها، از تهدید نگران هستند. من فکر میکنم افزایش پروازهای پهپادها در فضای افغانستان، گرچه در دو نیم سال گذشته هر از گاهی جریان داشته، ولی افزایشش در این روزهای اخیر ممکن بر اساس امی تهدیدات باشه، بر اساس نگرش تهدیدات ازدیاد شده اخیر بوده باشه، و به او اساس از که اینا کوشش میکنن ترسد خود ادامه بدن در افغانستان، تحرکات داعش و القاعده و سایر گروه ها را زیر نظر بگیرن و در صورتی که ضرورت باشه بر علیه اونا اقدام بکنه. این که میخواد افغانستان زیر نظر داشته باشه و امون نظارت از افق دور، به قول شما این به این معنا است که در صورت نیاز آمریکا اقدام هم خواهد کرد بر سر این گروه ها، بر سرکوب این گروه ها؟ کاملا بدون شک. من مطمئن هستم اگر اینا احساس بکنن که تهدید جدی هست، اگر احساس بکنن که از بین بردن او تهدید با استفاده از زور نظامی حتمی است، بدون شک او اقدام را میکنن. در گذشته همچنین کار را کردن. شما شاهد هستن در ماه جولای سال 2022 ایمن الزواهری را در کابل توسط همی پهپادها از بین بردن. به این شکل در صورتی که لازم ببینن این کار خواهد کردن. ولی من در عموم فکر میکنم تا زمانی که واقعا مجبور نشوند، خصوصا در این ماه‌های آینده، آمریکایی‌ها دست به عملیات نظامی واقعا نخواهند زدن در افغانستان. علتش هم بیشتر مسائل سیاسی انتخاباتی در آمریکا است. در اینجا فضا طور است که تیم حاکم نمیخواهند در قبال افغانستان هیچ سر و صدای بلند شود. حالا اگر در افغانستان اینا حتی یک هدف یا دو هدف تروریستی را هم مورد حمله قرار بدن، بدون شک او خبرگیر میشه و سرصدای افغانستان رو بلند میکنه، اون چیزی نیست که میخواد. ولی اگر مجبور شوند، اگر تهدید جدی باشه، بدون شک در قبال او اقدام خواهد کرد. سپاسگزارم آقای شریفی از حضورتان در این بحث. سلام.
فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در مورد تمایل شدید داعش برای حمله به آمریکا و دیگر قدرت‌های خارجی هشدار داد. فرانک مکنزی در گفتگو با NBC نیوز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را زمینه‌ساز رشد شاخه خراسان داعش در افغانستان دانست. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم الهام کریمی. هشدار فرمانده پیشین سنتکام از فعالیت داعش در افغانستان. فرانک مکنزی میگوید و این بار است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فضا را برای رشد بیشتر داعش مهیا کرده و گفته او در این شرایط آمریکا هم هیچ نوع توانایی نظارتی بر داعش در این کشور را ندارد و نظارت از آن سوی افق نیست پاسخگوی فعالیت این گروه و سایر گروه‌های تروریستی نیست. ما تقریبا هیچ توانایی نظارت و در صورت نیاز حمله به افغانستان را نداریم. بنابراین داعش در آنجا می تواند بدون وقفه رشد کند و هیچ فشاری بر سر آنها نباشد. نظریه عملیاتی ما همیشه این بوده است که با افراطگرایان خشونت‌آمیز شما می خواهید نیروهای امنیتی محلی بتوانند آنها را کنترل کنند و سپس شما می خواهید آنها قادر به برقراری یک بافت ارتباطی بین المللی که با آنها اجازه می دهد حملات خارجی را انجام دهند نباشند و پیشبرد تمام اینها در افغانستان بسیار سخت است، جایی که ما توانایی حس کردن و ضربه زدن را نداریم و منابع بسیار محدودی داریم. به نظر مکنزی در صورت حفظ تعدادی از سربازان آمریکایی در افغانستان آنطور که توصیه شده بود شرایط فرق می‌کرد. ما با داشتن 2500 سرباز همراه با شرکای ناتو که 4000 یا 5000 سرباز را حفظ می‌کرد می‌توانستیم به کار علیه داعش ادامه دهیم که دلیل اصلی حضور ما در افغانستان بود تا از حملات در سرزمین خود جلوگیری کنیم و با این کار فکر میکنم ممکن اکنون در مکان دیگری بودیم و شرایط ایمن‌تری داشتیم. کریستوفر کوستا دستیار مخصوص رئیس جمهور پیشین آمریکا اما راه حل را در دیپلماسی و همکاری اطلاعاتی و استخباراتی با طالبان می‌داند. او تأکید کرده تا همکاری با طالبان تنها باید به شریک کردن اطلاعات محدود باشد. با توجه به این که آمریکا هیچ نیرویی در افغانستان ندارد، منافع ما در مبارزه با تروریسم از به دست آوردن اطلاعاتی که طالبان در جریان عملیات علیه داعش اماری کردند بهتر تامین شده می تواند. طالبان شریک قابل اتکا در مبارزه جهانی برای شکست داعش خراسان نیست، اما یک حدی از همکاری با طالبان هرچند ناخوشایند اما ضروری است. در مبارزه با تروریسم جمع‌آوری اطلاعات از مناطق حیاتی است. فعالیت روبروشت داعش در جهان و به عنوان تهدید بزرگی بخصوص برای آمریکا نگرانی کشورهای مختلف را برانگیخته. اکثریت حضور طالبان در افغانستان را عامل اصلی تقویت داعش می‌دانند و با وجود تاکید طالبان بر ضعیف ساختن داعش، فعالیت‌های این گروه ادامه یا افزایش یافته و اخیراً با حملاتی در قندهار، پاکستان، ایران و روسیه به سرخط اخبار جهان برگشتند. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی. آرش یقین پژوهشگر مطالعات امنیتی را از واشنگتن با خود داریم. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای یقین، خوش آمدین. پس از حمله مسکو، هشدارهای پی در پی از سوی مقامها و تحلیلگران غربی درباره داعش خراسان میشنویم. واقعا تهدید داعش چقدر جدی است؟ جدی همیشه بوده و نگرانی مثل مکنزی، جنرال مکنلی و جنرال آستین که در ماه گذشته صحبت کردن چیز پدیده جدیدی نیست. فراموش نکنید در اولین روزهایی که طالبان بازگشتند در آگوست 2021 گویا ادارات اطلاعاتی آمریکا پیش بینی کرده بودند که داعش میتونه وسط 6 ماه تا 12 ماه پس خود جمع‌آوری کنه و بتونه هدف‌های را در داخل و بیرون از افغانستان حمله کنه و همچنان القاعده. و با چیزی با تفاوت زمانی ما ببینیم که هر دو کمپ ایجاد شده. القاعده با کمک ایران تانسته چندین کمپ خود در پس در افغانستان درست کنه و داعش نه تنها در داخل افغانستان حملات داشته باشه بلکه در بیرون، چنانچه در پاکستان و ایران و هفته گذشته در روسیه داشتن. خب شاید از این هستیم که شاخه داعش خراسان گفته میشه که بسیار هم تقویت شده، با وجودی که طالبا میگن که با داعش مبارزه میکنیم و اصلا انکار میکنن حضور داعش را در افغانستان، چطور سبب شده که داعش خراسان بتانه خودش را در این مدتی که طالبا روی قدرت بوده تقویت بکنه؟ ببینیم وقتی که طالبا به کابل آمدن دروازه زندان ها را باز کردن
هزاراتن از اثران داعش هم بیرون شدن و گروه های دیگری هم در منطقه وجود داشتن، گروه های مثل تی تی پی، القاعده و به نوعی گروه های از ازبکستان، تاجیکستان. اینا توانایی داشتن که با همدیگر همکاری کنن، با وجودی که با تفاوت های دیدگاه استراتژی در بعضی چیزهای جهانی دارن، ولی در منطقه با هم همکاری کردن. و طالبا هم ببینید درست اون رقمی که سر و صدایشان بیشتر گرفته و یا کابینه آقای بایدن به نوعی به حساب دستاورد از اون را نشان دادن نبوده. مجموعه چندین کسایی که در گذشته با اونا همکاری کرده بودن، جزو طالب بودن، زیر یک بیرق جنگیده بودن، اونا را میشناختن و اونا را از بین بردن. ولی در عموم اگه بگوییم که طالبا مبارزه دارن، ندارن. در با القاعده همکاری دارن، با داعش درست است که همکاری ندارن و در اقل با اونا نجنگیدن، با تی تی پی هستن. وی گروه ها در وسط خود میتونن پسروش کنن در وضعیتی که چین وضعیت وجود داره در افغانستان. خب مشخصا در مورد داعش که گفتین شما طالبا باش مبارزه نکرده، اگر بخواید که با داعش مبارزه بکنه و سرکوب بکنه، اولی که ارادهش را داره یا نه، اگر داشته باشه تواناییش را داره که داعش را سرکوب بکنه طالبا یا نه؟ هر دو سوال بسیار دشوار است، به دلیل از اینکه هر روز تغییر میکنه. ببینید طالبا وقتی که یک امید داشتن که دنیا اونا رو به رسمیت میشناسه و به نوعی یک وحده است که در دوحه داده بودن که ما جلوگیری میکنیم از اینکه داعش در بیرون از مرزهای افغانستان اقدام نکنه و تهدید نباشه افغانستان به کشورهای دیگه، یک امیدی بود که اونا رو بپذیرن. ولی وقتی طالبا هم به 2.5 سال به نتیجه رسیدن و خودشان هم قدم هایی بر نداشتن به طرف از این که دنیا اونا رو بپذیره و بالاخره یک همکاری به وجود بیایه، ما میبینیم که این خواست های از اونا آیست آیست که علاقه از اونا که به داعش به جنگن کمتر میشه و از نگاه استراتژی هم حداقل خود نمیخواین در چنین وضعیت باز جنجال یک دیگری را به خود بندازن و گویا مبارزه کنن. از نگاه توانایی که آیا با اونا همکاری میشه هم کمی زیر سوال میره. ببینید در واشنگتن حداقل وقتی که طالبان روی قدرت آمدن، گویا یک نوع مفکوری بود که طالبان میتونن همکار استراتژی ما با مبارزه با داعش باشن، ولی کمتر شده رئیس و با نزدیک شدن انتخابات ما صدای گروه های متفاوت رو به شمول جنرال های امریکایی که بسیار واضح میگن میبینیم که باور اونا برای طالبا کمتر است و نشان میدن که اینا نمیتونن پارتنر شریک به مبارزه با داعش باشن و این خامخواه هم تواناییشان رو کم میکنه و از طرف هم که علاقه ندارن با دنیا روابط داشته باشن، نمیخواین که همو سیاسی رو یعنی اولویت خود طالبا هم نیست که بجنگن. تشکر میکنم آقای یقین از حضورتان در این بحث، ممنون. باران‌های شدید روزهای اخیر و سیلاب‌های ناشی از آن دستکم در 7 ولایت خسارت‌های گسترده به بار آورده است. ریزش سقف در بادخیز جان 6 عضو یک خانواده را گرفته است. مردم میگویند مقام‌های محلی توان رسیدگی به خسارت‌ها را ندارند. شرار سروری گزارش می‌دهد. باران‌های شدید و سیل‌های ویرانگر، آسیب‌های طبیعی که هفته‌هاست دامنگیر مردم شده است. مردمی قریه نشین که با کشت و زرع و دامداری امرار معاش می‌کنند، حالا می‌گویند دار و ندارشان طعمه سیل شده است. اوچا یا هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اعلام کرده باران های اخیر دست کم جان 7 نفر را گرفته، بیش از 500 خانه را در 7 ولایت ویران نموده و بیش از 300 خانواده را متضرر ساخته است. سیلاب ها اکثر راه های مواصلاتی را نیز به کلی تخریب نموده است. شماری از باشندگان دره صوف در سمنگان می گویند ساعت ها در این مسیر گیر مانده اند.
قسمت سیل خراب شده واقعا مردم را تکلیف است. این سبک ها که هستم هر وقت توسط شرکت که جور شده درست تنظیم نشده، سیل روش کشیده نشده، دیوال های سنادی جور نشده که اونو قسمت های ایجر هم ببینین های سال و قسمت هم خراب میشه، قسمت های بالا هم که ما آمدیم. باران های شدید همراه با سیل که سقف خانه ها را فرو ریخت و مواشی زیادی را تلف کرد هنوز در اکثر ولایات ادامه دارد. مردم در جوزجان، فاریاب، دایکندی و هرات خواستار کمک های فوری هستند. شرار سروری، لندن. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که یونسکو شهرهای تاریخی غلغله و ضحاک بامیان را در سال پیش رو بازسازی میکند. مسئول بخش فرهنگی یونسکو در افغانستان در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بامیان این موضوع را اطلاع داده است. طالبان که در دور اول خود مجسمه های بودا را منفجر کرده بودند، حالا مدعی حفاظت از آثار باستانی و تاریخی هستند. اداره معادن و پترولیم طالبان در پنجشیر اعلام کرد که در حدود 6500 قیراط زمرد را فروخته است. ارزش این زمرد 185100 دلار آمریکایی گفته شده است. اداره معادن و پترولیم طالبان در پنجشیر گفته که این اداره در سال گذشته بیش از 50000 قیراط زمرد را به ارزش بیش از 3,629,000 دلار به فروش رسانده است. پلیس ترکیه از بازداشت 52 پناهجوی افغان که در مخزن سوخت یک کامیون پنهان شده بودند خبر داد. پلیس شهر غازیانتب گفته که دو پناهجو در اثر کمبود هوا جان باختند و وضعیت 7 نفر دیگر نیز وخیم است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، پلیس شهر غازیانتب 43 پناهجوی دیگر را نیز برای اخراج به افغانستان به مراکز اخراج ادبای خارجی منتقل کرده است. و حالا سری بزنیم به رسانه‌های اجتماعی. همکارم بیژن یقین دیدگاه‌های کاربران را در مورد افزایش تنش‌ها بین طالبان و گلبدین حکمتیار مرور کرده است. پس از آنکه گلبدین حکمتیار از سوی طالبان از محل سکونتش با زور اخراج شد، تنش‌ها بین این دو طرف بیش از پیش بالا گرفته است. در آخرین مورد، وزیر عدلیه طالبان بر رهبر حزب اسلامی هشدار داد و گفت در نظام طالبانی احزاب سیاسی غیر قانونی اند و حتی نام بردن از حزب جرم است. این گفته های عبدالحکیم شرعی را میشنویم. نظام را تسلیم کرو. اوس به اصول هم منی. قانون به هم منی. وس بدا خبر نه کی چی زمون حز داسه ده حز د لغوه شوی ده د احزاب و ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی ده. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. در حالی که وزیر طالبان حتی نام گرفتن از حزب را هم جرم خواند، پسر حکمتیار برای این وزیر طالبان جواب کوتاه ولی معنادار دارد. حبیب الرحمن حکمتیار در جواب طالبان کلمه حزب را با ایموجی قلب نشر کرد. او در ادامه با لحن تند به گروه طالبان تاخت و نوشت که حزب اسلامی با سخنرانی کس منحل و فراموش نخواهد شد. پسر حکمتیار در ادامه نظام طالبانی را نیز زیر سوال برد و گفت این از کس پنهان نیست که افغانستان در حال حاضر قانون اساسی ندارد. اما شماری از کاربران از گفته های وزیر طالبان حمایت کردند. سعید منصور مثلا نوشته خوب گپ است، همین حزب ها بود که وطن را خراب کردند، باید هیچ حزب فعالیت نکند. کاربر دیگری اما سرکوب جناح‌های دیگر سیاسی از سوی طالبان را نشانه از دیکتاتوری خوانده. او نوشته کشور به 100 سال پیش و دوره دیکتاتوری، آن هم دیکتاتوری فاشیستی برگشته. این کاربر در ادامه نوشته دیگر شهروند وجود ندارد و همه مردم باید برده یک مشت فاشیست تروریست باشند. در ادامه سرگل هم نگران آینده افغانستان است و خطاب به طالبان نوشته شما بوی از زنده ماندن یک جامعه را ندارید. جامعه بدون داشتن احزاب زنده نمی ماند. این کاربر به این نظر است که همین احزاب در گذشته قشرهای مختلف جامعه را به تحرک آوردند. کاربران زیادی هم حکمتیار و دیگر طرفهای دخیل در جنگهای داخلی را مسئول وضعیت فعلی افغانستان دانستند.
کاربری به اسم وطن دوست خطاب به حبیب الرحمن حکمتیار نوشته پدر شما و دیگر جهادیان حالت فعلی را بالای افغانستان آوردند. و همین طور ویدیوی هم از حکمتیار دست به دست می شود که او در آن وقت در آن دقیقاً خواهان حکومت اقتدارگرایی می شود که طالبان آن را بر مردم افغانستان تحمیل کردند. این گفته های حکمتیار را هم با هم می بینیم. اسلام که دی بیل بیل تنظیمون را تصور نشده چون مسلمان هم بده یو امیر پلاس بیعت کرده یو بیرق لند یو پا یو سر کرده بید چیر تا جمع ولاری و امیری و امام ولاری بیل جمع سکنشی بود روان پا یو جماعت پا دو جمع سکنشی کوله سی یو جمع ولاری و امام بی آسرای بیل جمع جولی دیتا اجازت نشده تا بیل بیل جمع بختم او یو امام بطاکو پا یو سر که بسر اغنید پا یو جماعت که بغنید. به نظر می‌رسد که شمار زیادی از کاربران دلخوشی از هر دو طرف ندارند. مدثر حکمتیار را عامل کشتار خوانده و نوشته نه از او خاطره خوشی دارد نه هم از احزاب سیاسی دیگر که در طول عمرشان کابل را در جنگ سر چوکی تکه تکه کردند. در اخیر هم از فریدون می‌خوانیم که نوشته تاریخ افغانستان ثابت ساخته که سیاست حذف و تک قومی نتیجه نداده. این کاربر می‌گوید باید از نگاه علمی بحث شود تا به نتیجه مطلوب رسید. با همین دیدگاه رسیدیم به آخر بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. اگر شما می‌خواید در خبررسانی با بینندگان افغانستان اینترنشنال شریک باشید، پس از موضوعات دیدنی و شنیدنی تصویربرداری کنید و ویدیوها را به شماره 0044734000 با بفرستید. زاهد مصطفی پور شاعر و روزنامه‌نگار اهل افغانستان است که پس از سقوط آزم آلمان شده است. او برای آسیب شناسی و بررسی وضعیت افغانستان با دیگر نویسندگان و متخصصین علوم انسانی در فضای مجازی ساختاری را به نام کابوف ساختند تا بتوانند چرایی سقوط مکرر دولت‌ها را در افغانستان بررسی کنند. صحبت‌های آقای مصطفی پور را از زبان خودش در این گزارش بشنویم. نه خیابانی رد پایت را دنبال می کند، نه دستی پشت سرت آب می اندازد. راه می افتی و زمین را مثلث فکر می کنی که در زاویه دیگرش شاید مجبور نباشی خمیده راه بروی. زاهد مصطفی هستم، شاعر و نویسنده. تا پیش از سقوط کابل مسئول روزنامه صبح کابل بودم، البته مدیر مسئول، و در یکی از دانشگاه‌های خصوصی ژورنالیسم درس می‌دادم. بعد از سقوط کابل و اتفاقی که افتاد، من هم مثل هزاران نفر دیگر از افغانستان برآمدم و اکنون در آلمان زندگی می‌کنم. این سقوط یک سقوط نظامی نیست، این سقوط چند باره مسیر ما به سمت دموکرات شدن بود، دموکراسی و آزادی بود. ما تصور میسته که باید یک کمی دیگر هم زمان بگذره تا ما عواقب این سکوت را بتانیم ببینیم و درکش بکنیم. با جمعی از دوستان آدرسی را برای انداختیم به نام کابوف تا زمینه باشه برای این که به صورت جمعی و میشه گفت بلند بلند فکر بکنیم در مورد افغانستان و در مورد آینده ما و آینده افغانستان. آنچه که در کابوف تا هنوز ما تخلا میکنیم، تصور ما است که یک تمرینی برای اندیشیدن هست. پیراهنی است غمگین، تخت خوابی که از آن برخواسته ای، آستینهایش را به یاد نمی آورد، یخنش را با آخرین دکمه بسته، چهار سمتش را به چهار چوبی که از جایش تکان نمی خورد، خانه ای که از آن بیرون زده ای، زخمی است که دهانش تا پیاده رو باز است، به پیاده رو که می رسی، خیابان رودخانه ای می شود و پا به پایت راه می افتد. بی زبانی انسان افغانستانی، رنج انسان افغانستانی چیزی است که من فکر میکنم در کارهای میشه دید. برای شخص خود من ادبیات یک پناهگاه بوده، جایی که میتونستم با او راحت تر از هر جای دیگه فکر بکنم و راهی بوده که من در هر چند راهی که قرار گرفتم
تلاش کردم این راه را با خودم داشته باشم. تا هنوز شعر زبان مسلطی بوده که ما با او فکر کردیم و نوشتیم، اما در آینده مسلماً با این زبان خلاصه نخواهم شد، یعنی حتماً به شکل‌های دیگری هم می‌نویسم و داستان یا پرداخت رمان در ادبیات چیزی هست که در آینده بهش فکر میکنم. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. شین مستقیم من بالای خود ولایت پنجشیر. آسمان افغانستان در اختیار آمریکا. پهپادهای آمریکایی در فضای افغانستان به دنبال چه هستند؟ نگرانی از حملات داعش در کشورهای غربی. فرمانده پیشین سنتکام میگوید با خروج آمریکا داعش در افغانستان تقویت شده است. و در ادامه این مجموعه خبری، این برای ما مثل یه معجزه است که تونستیم تابلوها رو در کنار هم قرار بدیم. نمایشگاه نقاشی چندگانه اگوستین در میلان ایتالیا. شمارش حدود 50% آرای انتخابات شهرداری ها در ترکیه نشان می دهد که نامزدان حزب مخالف اردوغان در استانبول، انقره و ازمیر پیشتاز اند. بر اساس گزارش رسانه های ترکیه، حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق در شهرهای بزرگ دیگر از جمله بورسا، آنتالیا و آدنا نیز پیشتاز است. این پیشتازی به مخالفان سیاسی اردوغان کمک میکند تا دوباره در صحنه سیاسی مطرح شوند. با این حال نتایج نهایی انتخابات محلی ترکیه هنوز مشخص نیست و قرار است روز دوشنبه اعلام شود. همکارم نرگس اورخش را از استانبول با خود داریم. نرگس، تازه ترین پا درباره انتخابات محلی ترکیه چی است و نتایج نهایی در نهایت چه وقت اعلام میشه؟ خب مردم ترکیه یک شب بسیار حساس و توأم با احساس شادی و کماکان غم را سپری کردن. هواداران حزب مخالف اردوغان، حزب جمهوری خواه خلق، کل شب را هم در استانبول، آنکارا و دیگر شهرهای بزرگی که نامزدانشان به کرسی شهرداری ها نشستن با رقص و پایکوبی و شادی سپری کردن. اما میدانیم که چنین چیزی برای هواداران حزب عدالت و توسعه وفق نمیکنه. اما در هر صورت تا کنون بر اساس آماری که منتشر شده میدونیم که بیشتر از 78% مردم در این انتخابات محلی شرکت کردند. اما تا کنون بر اساس آمار غیر رسمی که هم رسانه دولتی ترکیه آناتولی و تیارته ترکیه منتشر کرده و هم آنکا، بیش از 99% آرا و صندوق ها در حال حاضر در کل کشور باز شدن و بر اساس همین آمار اولیه هم میبینیم که حزب جمهوری خواه خلق پس از میشه گفت 35 سال حزب عدالت و توسعه را در اکثر شهرهای بزرگ با شکست بسیار جدی روبرو کرده. آمار کلی که حزب جمهوری خواه خلق داره تا کنون بیشتر از 38% هست و حزب عدالت و توسعه هم در حدود بیش از 30% آرا را در کل کشور به دست آورده. اما بر اساس کرسی های شهرداری اگر نگاه بیاندازیم، 15 کرسی شهرداری از جمله شهرداری استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و چند شهر بزرگ را جمهوری خواه خلق دارد، در حالی که 19 کرسی شهرداری دیگه به حزب عدالت و توسعه نسبت داده میشه. اما مهمترین شهرها همونطوری که گفتیم استانبول، آنکارا و ازمیر هستند که در هر سه تای این شهرها دو تا از شهرداران قبلی که از حزب عدالت و جمهوری خواه خلق بودند، اینجا امام‌اغلو و در آنکارا هم یاواش، منصور یاواش برنده دوباره این احزاب شدن و شهرداری ها و قرار است برای 5 سال آینده تکیه بزنن بر این مسند هستند. و در عین حال هم میدانیم که اینها نتایج رسمی نیستند که شورای عالی انتخابات ترکیه منتشر کرده. شورای عالی انتخابات شب گذشته اعلام کرده قرار است امروز دوشنبه نتایج رسمی از سوی این نهاد اعلام شود. پس از آن هم خواهیم دید که چی اتفاقی میفته. اما اصلی ترین دلیل شکست اردوغان گفته شده که بحران اقتصادی و تورم بالای 70% است که در جریان چند ماه گذشته او نتوانسته مهار کند. سپاسگزارم نرگس از جزئیاتی که را کردی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک سخنرانی در واکنش به نتایج انتخابات میگوید که اشتباهات احتمالی حزبش را از نزدیک بررسی و اصلاح میکند و از نتیجه انتخابات راضی نیست. 31 مارت محلی اداره در سچیملرینده ده. خب ما نتوانستیم نتایج دلخواه را در انتخابات محلی به دست آوریم، اما این انتخابات برای ما پایان راه نیست، بلکه نقطه عطف است. تمامی احزاب سیاسی نتایج انتخابات را باید از نظر خود تجزیه و تحلیل کنند. ما نتایج انتخابات 31 مارس را صادقانه در ارگانهای حزبی خود ارزیابی خواهیم کرد و انتقادات صورت گرفته را جسورانه بیان خواهیم کرد. اگرچه شمارش آرا هنوز نهایی نشده است، اما نتایج صندوق‌های رأی به ما نشان می‌دهد که در دولت‌های محلی در سراسر کشورمان در حال کاهش آرا هستیم. البته دلایل این کاهش را نیز به صورت محلی مطرح خواهیم کرد. مغلو شهردار فعلی استانبول در یک سخنرانی بعد از برگزاری انتخابات گفت که شمارش 96% آرا نشان می‌دهد که او پیروز انتخابات در استانبول است. شان اعتباریله ما 96% از آرا را داریم و با اختلاف کمی بیش از 1,000,000 رای پیشتاز هستیم. تا این لحظه می توان گفت که در انتخابات شهرداری شهر استانبول 16,000,000 نفر به ما رای دادند. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را از کالیفرنیا با خود داریم. در مورد بیشتر صحبت میکنیم. آقای گوهرزاد، نتایج ابتدایی انتخابات محلی چه پیامی را برای اردوغان دارد؟ درود من هم بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. گرچه همواره گفته میشه که این انتخابات محلی است، شهرداری است، ولی اینو نباید قیاس کرد با هر کشوری که انتخابات شهرداری فقط در اون محل انجام میشه. این انتخابات شهرداری که حزب اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری خلق تونسته استانبول، ترکیه، ازمیر و شماری از شهرهای مهم رو از آن خودش بکنه، یک پیام مهم داره برای آقای اردوغان و حزبش و اون استش که در انتخابات 2028 چه کسی پیروز ریاست جمهوری خواهد شد و دیگر دولت آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌اش نخواهند توانست اون حاکمیت خودشون رو بر کشور ترکیه داشته باشن. این حزب سکولار دموکرات توانسته با تکیه بر مردم پیروزی رو جشن بگیره که این پیروزی نیاز به یک نوع حمایت دیگر خواهد داشت و به ویژه در انتخابات 2028 که انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و به نظر میرسه که پایان دوران آقای اردوغان هم هست، سیاست شکل دیگر خواهد گرفت در ترکیه و عرصه جهانی که ترکیه اون رو نمایندگی میکنه. و این تغییرات اساسش با اینمی انتخابات های محلی پس گذاشته شده؟ خب ببینید، انتخابات محلی در ترکیه یک نقش دیگه ای داره. شما چند شهر بزرگ رو در نظر بگیرین، این نشون میده که گرچه این انتخابات سیاسی نیست، ولی انتخابات برای انجام مسائل محلی مردمه، ولی قدرت یک شهردار در اصل مثل رئیس جمهور یک کشور برای اون منطقه کوچکه. وقتی که شهر آنکارا و استانبول در دست این حزب هست، نشون میده که این حزب این توانایی رو داره که بر انتخابات آینده مسائل مردم رو بتونه رقم بزنه. و مسائل مردم همون گونه که در گزارش خانم اورخش بود، مسئله اقتصادی مردم تورم بالای 70% دارن و بهره ای که به بانک ها میپردازن برای وام بسیار بالاست و از اون طرف این مسئله بسیار گرفتارشون میکنه و فرصت نمیده که سرمایه گذاری های خارجی وارد کشور ترکیه به آسونی بشه. و ترکیه به عنوان کشوری که پلی بود بین منطقه مثل ایران، افغانستان و دیگر کشورها تا کشور اروپا، همکنون خودش رو عقب نگه میداره و به نظر میرسه که آقای اردوغان بازنده اصلی این مسائل خواهد بود. خب هرچند حالا بسیار زود هم هست، اما ترکیه بدون حزب عدالت و توسعه چگونه ترکیه است؟ ترکیه است که کمال آتاتورک در اونجا این کشور رو پایه‌گذاری کرده. همین امروز هم آقای امام‌اغلو شما می‌بینید تصویرش رو در ترکیه در کنار تصویر کمال آتاتورک به خیابان‌ها زدن. یعنی میگن که ما یک کشور سکولار خواهیم داشت، نه یک کشور مذهبی و نگاه مذهبی. حکومت ترکیه از زمانی که اردوغان اومد به سوی اسلامگرایی بیشتر گام برداشت. حتی وزیر خارجه ایشون یه دورانی می‌خواست دوران امپراتوری
ترکیه رو به دوران سلاطین ترکیه برگردونه و اونجاست که میخواست بگه که ما میخواییم قدرت اسلامی منطقه باشیم و از این نوع مسئله، ولی در عمل ثابت شد که مردم رویگردانن، مردم حکومت آزاد میخوان، مردم حکومت مبتنی بر سکولاریزم میخوان، مردم جمهوری میخوان که در اون تفاوتی نباشه. اگر این قدرت کنونی یعنی حزب جمهوری خلق بتونه با کردها هم یک ائتلافی داشته باشه و اون بخشایی رو که کردها در این انتخابات از آن خودشون کردن در انتخابات 2028 با برنامه‌های منظم جذب بکنه، خواهیم دید که ترکیه بدون عدالت و توسعه راه پیشرفت بهتری رو طی خواهد کرد تا ترکیه اردوغان. سپاسگزارم آقای گوهرزاد از حضورتان در این بحث. ارتش اسرائیل روز یکشنبه از کشته شدن اسماعیل الزین یک فرمانده ارشد حزب الله در حمله هوایی خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل الزین فرمانده واحد موشکی ضد تانک نیروهای رضوان حزب الله بود که در لبنان مورد هدف حمله هوایی قرار گرفت. ارتش اسرائیل افزوده که او مسئول ده‌ها حمله علیه شهروندان اسرائیلی و ارتش بود. حزب الله لبنان هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با خود داریم. آقای هاشمیان خوش آمدین. چرا حملات اسرائیل بر حزب الله افزایش پیدا کرد؟ آیا جبهه جدید جنگ باز شده؟ این حملات یک بخش خیلی مهمی رو در بر داره و اون اینکه کیفیت این حملات بالا رفته. یعنی ما دقیقاً اگر حمله یک شنبه رو در نظر بگیریم و حمله قبل از اون که روز جمعه صورت گرفت، آقای علی نعیم از همین فرماندهان یگانهای موشکی حزب الله در اون حمله کشته شد و سپس حمله ای که روز چهارشنبه از سوی اسرائیل صورت گرفت و 7 نفر رو کشت، 4 نفر اونها اعضای حزب الله هستن، نشون میده که حملات اسرائیل خیلی دقیق و از لحاظ کیفی نیروها کیفی حزب الله را در هدف قرار میده. طبیعتاً این میتونه به خصوص اون یگانهای موشکی حزب الله را به شکلی تحت تاثیر قرار بده و در واقع یک خلل ایجاد کنه در این واحدها. ضمن اینکه حمله به این گروه ها و به این افراد به خصوص وقتی که مثلا اسماعیل زین در حال رفتن با ماشین شخصی هدف قرار گرفت، روز جمعه آقای علی نعیم در حال رفتن با ماشین شخصی هدف قرار گرفت، این نشون میده که اسرائیل اشراف اطلاعاتی کاملی بر این افراد داره و بر بخش بزرگی از نیروهای حزب الله اشراف داره. حزب الله اون سوراخ ها و اون خلاهای اطلاعاتی که قبلا به نتایج بسیار زیانباری برای این حزب کشیده شده هنوز نتونسته ترمیم کنه و اسرائیل داره از این مسائل استفاده میکنه و چین حملاتی رو انجام میده و این حملات تلفات حزب الله رو هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی داره بالا میبره. بله، خب حالا حزب الله هم عملا وارد جنگ با اسرائیل خواهد شد، یعنی با این هدف قرار گرفتن فرماندهانش؟ نه، من فکر میکنم که در همون دایره معروف دامنه مشخصی که بین حزب الله و اسرائیل باقی میمونه، چون که جمهوری اسلامی تمایلی به یک جنگ فراگیر نداره، خودشون میدونن که ضرر خواهند کرد، تلفات خیلی زیادی خواهند داشت، بسیاری از منافعی که به دست آوردن را از دست خواهند داد و بنابراین حزب الله بدون دستورات جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران نمیتونه وارد جنگ فراگیر با اسرائیل بشه. همین ضرباتی هم که اسرائیل داره میزنه از دیدگاه اسرائیل خیلی موثره و در واقع اگر اسرائیل به این شکل ادامه بده، در واقع میتونه توازن نیروهای حزب الله رو به هم بریزه. خب در جبهه دیگری هم که میدانیم اسرائیل و حماس درگیر است، عملا چطور میتونه همزمان این توازن را نگاه بکنه و گروه های دیگری هم که مورد حمایت جمهوری اسلامی هم هست هدف قرار بده؟
ببینید، علی‌رغم تمام شعارهایی که جمهوری اسلامی میده و علی‌رغم تمام شعارهایی که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی مطرح میکنن، ولی حزب الله، حوثی‌ها، میلیشیاهای عراقی، نیروهایی که در سوریه دارن هیچ کمکی به قضیه فلسطین نکردن. الان حماسی‌ها اونجا تنها دارن می‌جنگن، تلفات خیلی سنگینی رو دادن. مردم غزه تلفات خیلی سنگین اصلا قابل مقایسه نیست با اون چه که بر سر حزب الله یا حوثی یا هشت شعبی عراق وارد شده. و بنابراین علی‌رغم تمام شعارهایی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه، هیچ کمکی به قضیه فلسطین نکرده. خب شاید اعتراض های در اسرائیل هم هستیم برای سیاست های نتانیاهو و ای که مردم میخوان او کنار بره باید. این چقدر میتونه روی این درگیری اسرائیل با جبهات مختلف تاثیر بگذاره؟ این خیلی میتونه مؤثر باشه. الان هر چه ما جلو میریم در واقع مسیر آقای نتانیاهو ناهموار میشه در میان همحزبیهای خودش، در میان احزاب دیگر، در میان مردم، طبقات مختلف، خانواده های اسرایی که در اختیار حماس هستن. و بنابراین حتی در رابطه با آمریکا و اون رابطه استراتژیکی که بین اسرائیل و آمریکا وجود داشته الان آسیب دیده. بنابراین هرچی آقای نتانیاهو به جلو میره و اهداف خیلی بلند مدت و دراز مدتی رو مطرح میکنه، مسیرش ناهموارتر میشه. سپاسگزارم آقای هاشمیان از حضورتان در این بحث. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نشریه پولیتیکو از موارد سرقت وسایل هواپیمای رئیس جمهور آمریکا توسط خبرنگاران خبر داده است. در گزارش این رسانه آمده که خبرنگاران در جیجان سفر با جو بایدن برخی اقلام با مارک هواپیمای رئیس جمهور را با خود به عنوان یادگاری برمی‌دارند. رئیس انجمن خبرنگاران کاخ سفید از خبرنگاران خواست تا از این عمل دست بردارند. بر اساس این گزارش، اخیراً مفقود شدن اقلام هواپیمای رئیس جمهور آمریکا به طور تکان دهنده رایج شده است. فرانسه قصد دارد برای تقویت ارتش اوکراین در رویارویی با روسیه صدها خودروی زرهی قدیمی و راکت‌های زمین و هوای جدید را در اختیار کیف قرار دهد. وزیر دفاع فرانسه گفته این خودروهای زرهی که قابلیت جابجایی نیرو در خطوط مقدم جنگ را دارند، قرار است در سال 2024 و اوایل 2025 به اوکراین ارسال شوند. این تصمیم پس از مذاکرات رهبران دو کشور اتخاذ شده است. وزارت خارجه روسیه از کیف خواسته که رئیس استخبارات و چند مقام دیگر اوکراینی را به مسکو تحویل دهد. در بیانیه این وزارت آمده که این مقام ها در حملات تروریستی در روسیه دست دارند. روسیه گفته که درخواست های خود را به مقام های اوکراینی تسلیم کرده و می خواهد هر چه زودتر این افراد را تحویل دهند. در بیانیه این وزارت به فهرست از رویدادهای خونین بمبگذاری ها از جمله حمله اخیر به مسکو اشاره شده است. انتخابات در بزرگترین دموکراسی دنیا کمتر از یک ماه دیگر آغاز می شود. در شرایطی که نرندرا مودی تلاش می کند با پیروزی در انتخابات بار سوم بر کرسی نخست وزیری هند تکیه زند، مخالفان او ائتلافی را برای شکست دادن او در انتخابات تشکیل دادند. رهبر حزب کنگره هند در تظاهراتی که در دهلی نو برگزار شده بود پیروزی مجدد مودی را خطرناک خواند. شبنم دوران در مورد راهپیمایی مخالفان مودی قبل از انتخابات گزارش می دهد. آج اس ریلی میں شامل ہوئے حزب دیکتاتوری نجات دموکراسی، این شعار راهپیمایی حامیان آروین کجریوال وزیر ارشد دهلی و مخالفان نرندرا مودی است. احزاب اپوزیسیون هند در تظاهرات در دهلی نو گرد هم آمدند تا بعد دستگیری منتقد برجسته مودی چند هفته قبل از انتخابات سراسری اعتراض کنند. راهول گاندی که این تظاهرات را رهبری می کند به شدت مخالف پیروزی مودی هست و برنده شدن او در انتخابات را بازی با آتش می خواند. اگر هندوستان می میچ فکسنگ کا چناو، اگر حزب بهاراتا جاناتا بر رهبری مودی در این انتخابات تقلبی پیروز شود و قانون اساسی را تغییر دهد، تمام کشور در آتش خواهد سوخت. حامیان مودی میگویند در این انتخابات 400 کرسی را به دست خواهند آورد، اما بدون دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی، تقلب، اعمال فشار و خرید مطبوعات حتی نمی‌توانند از 180 کرسی عبور کنند.
یه بنا EVM که انتخابات سراسری هند تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز می شود. در حدود 969 میلیون نفر به پای صندوق‌های رأی می روند. مخالفان حالا پیش از انتخابات راهپیمایی کردند تا به دستگیری آروین کجریوال وزیر ارشد دهلی اعتراض کنند. سونیتا کجریوال همسر او که در میان معترضان بود، خواهان برپا شدن عدالت و مبارزه با فاشیسم شد. این فاشیسم در هند کارساز نخواهد بود. ما خواهیم جنگید و پیروز خواهیم شد. آروین کجریوال وزیر ارشد دهلی در 21 مارچ سال جاری به اتهام اختلاس در اعطای مجوزهای مشروبات الکلی دستگیر شد. نریندرا مودی نخست وزیر برحال هند گرد همایی معترضان را کم اهمیت خواند و گفت که مبارزه با فساد تن مخالفان او را به لرزه در آورده است. این انتخابات دعوای دو جناح است. از یک طرف ائتلاف دموکراتیک ملی است که میخواهد مفسدان را حذف کند و از سوی دیگر بلوک دیگری است که میخواهد از مفسدان حمایت کند. حالا مردم باید انتخاب کنند. بچانے کے لیے میدان میں فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کشمکش اصلی مودی و مخالفان او اما هنوز آغاز نشده است. در پرجمعیت ترین کشور جهان انتخابات طولانی برگزار می شود که در سال 2019 بیش از یک ماه طول کشیده بود. همه چشم انتظارند تا ببینند که رقابت مودی و مخالفانش به کجا می انجامد. آیا نریندرا مودی می تواند برای بار سوم بر کرسی نخست وزیری تکیه بزند؟ بخش کوچکی از نقاشی چنگانای آگوستین بعد از 5 قرن گرد هم آورده شد. چنگانای آگوستین نقاشی ارزشمندی متشکل از 30 پنل بود که در حال حاضر تنها 8 پنل از این اثر مهم هنری پیدا شده است. کیمیا قربانی گزارش می دهد. این نقاشی ها بخشی از شاهکارهای رنسانس به حساب می آیند که بعد از بیش از 5 قرن دوباره گرده هم آمدند. نقاشی چندگانه آگوستین که از قرن 16 برای حدود 400 سال گم شده بود و حالا برای اولین بار در نمایشگاهی در موزه پل دی پوتسولی میلان به نمایش در می آیند. چندگانه آگوستین بخشی از محراب بزرگی کلیسا در شهر آرتسوی ایتالیا بود که 570 سال پیش توسط پیرو دلا فرانچسکا یکی از مهمترین نقاشان رنسانس خلق شد. اما به مرور زمان و با عوض شدن رؤسای کلیسا نقاشی تکه تکه و مفقود شد و تنها 8 تکه از آن باقی ماند که در کشورهای مختلف جهان پخش شد. از آمریکا گرفته تا پرتغال. این برای ما مثل یه معجزه است که تونستیم تابلوها رو در کنار هم قرار بدیم. ما نقاشی ها رو از موزه های مختلف سراسر جهان امانت گرفتیم. البته اینها تنها 8 قطعه هستند و قطعات دیگه هرگز پیدا نشدند. این نمایشگاه فرصتی رو ایجاد کرد که محققان به راز نقاشی مرکزی که مفقود شده پی ببرند. حالا میدونیم که پنل مرکزی مربوط به مراسم تاجگذاری بوده. مریم مقدس جلوی تخت نشسته بوده و فرشته های هم با بالهای آبی و صورتی در کناره های اثر بودند. 8 نقاشی پیدا شده هرچند تنها بخشی از چندگانه آگوستین هستند، اما هم به عنوان آثار هنری منفرد و هم به عنوان بخش‌هایی از یک کل تحسین برانگیز هستند. این نمایشگاه که تجربه‌ای منحصر به فرد و تکرار نشدنی از جواهر نقاشی شده توسط پیرو دلا فرانچسکا را ارائه می‌دهد تا 3 مرداد ماه در موزه پل دی پوتزولی میلان ادامه دارد. کیمیا قربانی، ایتالیا. خشکسالی در زیمبابوه کشور آفریقای جنوبی بیش از 1 میلیون هکتار مزارع جواری را بائب ساخته و خشکانیده است. تأثیرات خشکسالی بر سایر کشورها نیز ویران کننده است. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان. کشتزارهای سوخته پیامد خشکسالی تباکن در زیمبابوه.
آب در این کشور آفریقای جنوبی کمیاب است. گرسنگی زندگی میلیون ها انسان را تهدید می کند. در محلات این کشور سازمان های امداد مشغول کمک رسانی به 2,700,000 نیازمندند. وضعیت غذایی ما دشوار است. ما فقط یک بار در روز غذا می خوریم. در کشتارها حتی یک دانه نداریم. خشکسالی بیداد می کند. برای تامین آب هم مشکل داریم. تقاضا می کنم که در این زمینه ما را کمک کنند. موج شدید گرما و خشکسالی که از سال 1947 به این سو سابقه ندارد، نیاز به کمک های بشری را بیشتر کرده است. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل، 6 میلیون نفر که 3 میلیون آن کودکند از خشکسالی ها متاثرند و به کمک نیاز دارند. محصولات شدیداً متاثر از وضعیت آلنینو است. ارزیابی های اولی از محصولات کشاورزی و دامداری تا حدودی بد نبود. در ماه جنوری شاهد بارندگی بودیم، اما از آن به بعد نباریده است. ارزیابی های بعدی امیدوار کننده نیست، زیرا نشان می دهد که حاصلات امسال بسیار کمتر خواهد بود. آلنینو پدیده اقلیمی است که 2 تا 7 سال یک بار بخش های از اقیانوس آرام را گرم می سازد. اما گرمایش و خشکسالی وضعیت را در زیمبابوه به بحران کشانیده است. اینجا در مانگوا جنوب زیمبابوه پیر و جوان برای دریافت مواد غذایی صف کشیدند. وضعیت کاملا جدی است. مقدار زیادی جواری، نخود و سایر حبوباتی را که کاشته بودیم، خشکسالی در طول 2 ماه همه را متاثر کرده است. امروز تجربه ناگوار دیگری داشتیم. کرمهای موسوم به کرمهای ارتشی به کشتزارهای جواری حمله کرده و وضعیت را وخیمتر کرده است. به گفته مقامات زیمبابوه، 1,000,000 هکتار زمین کشتزار جواری در این کشور نابود شده است. حدود نیمه از زمین هایی که در این کشور جواری کشت می شود. با این حال سازمان های امداد از محدودیت هزینه ها سخن می گویند که برای آسیب دیده های خشکسالی در زیمبابوه خبر خوش نیست. نقیب بیان، لندن. باز هم برگردیم به ترکیه. کردهای ساکن شهر دیاربکر ترکیه پیروزی حزب برابری و دموکراسی خلق ها در انتخابات محلی را جشن گرفتند. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها که حزب مخالف دولت اردوغان و طرفدار کردها است، در حال حاضر سومین حزب بزرگ در پارلمان این کشور به شمار می‌رود. تصاویر این جشن را با هم ببینیم. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. در روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایان خبرها. سپاس گذاریم از همراهیتان و افغانستان انترنشنال بمانید و تازه تری خبرهای افغانستان را هم از طریق تلویزیون، رادیو و آنلاین افغانستان انترنشنال دنبال کنید. تا برنامه بعدی خبر، وقت بخیر، بدرود.